کانال سخنرانی ها. خب سلام مجدد، جلسه 26 کتاب وجود و زمان رو میخونیم. رسیدیم به صفحه 79 یا بند 59. من از روی عبارات خود کتاب میخونم و توضیحات لازم رو عرض میکنم. در خود دازاین و برای او این تقویم هستی همیشه پیشا پیش به نحوی از آنها آشناست، اما اگر اکنون بناست شناخته نیز بشود، این شناختن صریح مضمون در این وظیفه به مثابه شناختن جهان خودش را به مثابه رابطه الگووار نفس با جهان در نظر می گیرد. در بحث از تقویم وجودی یا اون چیزی که قوام بخش هستی دازاینه، میگه که دازاین به این واقف یک نوع علم حضوری داره. هر کسی به بنابر علم حضوری خودش به چارچوب ها، به محدودیت ها، به مختصات وجودی خودش واقف هست، اما این آشنایی یک آشنایی دوره و تمام وظیفه و رسالت تفکر که هایدگر خودش رو تو اون مسیر میبینه اینه که این رو نزدیک کنه برای ما و ما از نزدیک با این مختصات آشنا بشیم. و الا به طور کلی هر آدمی به تعبیر حالا قرآنیش میگه بل الانسانه الان نفسی بصیره، هر آدمی به نفس خودش آگاه تره، اما این به این معنا نیستش که هر آدمی معرفت دقیق هم به نفس خودش داره. اجمالا داره، آره، اجمالی و خیلی کلیه. رفتن به سمت تفصیل و اون دقت نظر در این مختصات وجودی دازاین کاریه که میبایست تو این الگو فهمیده بشه که دازاین با جهان و یک نوع این همانی که بین جهان انسان و جهان خارج وجود داره باید فهمیده بشه. به عبارت دیگه ما در شناخت جهان میبایست به دنبال شناخت دازاین باشیم و در شناخت دازاین به دنبال شناخت جهان باشیم، و این هر کدوم اینها گویی شناخت دیگریه. یعنی ما باید همواره وقتی نظر میکنیم به دازاین، یعنی گویی داریم به یک جهان نظر میکنیم، به یک عالمی نظر میکنیم، تعبیری که حالا توی عرفان ما برای انسان به کار میره کون جامع میگن یا عالم صغیر میگن به انسان. این مطالعه عالم صغیر به مثابه مطالعه عالم کبیره، مطالعه عالم کبیر هم گویی که مطالعه انسانه. از این رو شناختن جهان یا مخاطب ساختن جهان و گفتگو از آن یا همون لوگوس به مثابه وجه اولیه بینگ این یا بودن در بینگ بودن در جهان عمل می کند. یعنی ما وقتی داریم از شناخت دازاین حرف میزنیم، یعنی میخواهیم از بودن در جهان حرف بزنیم. ما از یک موجود اون انسان معلق ابن سینایی کاری نداریم که در فضای معلقی او رو فرض کنیم، نه، دازاین جهان داره و وقتی از شناخت دازاین داریم حرف میزنیم، یعنی میخواهیم از یک نوع حضور و بودن در عالم حرف بزنیم، بیان که در جهان بودن به مثابه در جهان بودن درک شود. یعنی بدون این که، یعنی هر شناختی از دازاین اگر محقق می شود بدون این که خودآگاهی داشته باشه به این که داره درباره بودن در جهان حرف می زنه، ولی داره درباره بودن در جهان داره حرف می زنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من می گویم که
میخوام یک وصفی از انسان ارائه بدم، میگویم انسان، یک تعریفی از انسان که مثلا در فلسفه هم رایجه، مثلا انسان حیوان نه یه تعریف دیگری، مثلا انسان حیوانیه که ابزار سازه، انسان حیوان ابزار ساز. یعنی ما داریم از مناسبات این جاندار، این حیوان در نسبت با جهان داریم حرف میزنیم. ابزار سازی یا ابزار ساز بودن این حیوان کجا محقق میشه؟ در خلاء محقق میشه؟ در تنهایی و خلوتش محقق میشه؟ نه، در جهانه. این جهانه که برای او این امکان رو فراهم میکنه که ابزار ساز بشه، ابزار کشف کنه. اون فیلم کوبریک رو یادتونه دیگه، تون صحنه ابتدای فیلم که این میمون آره استخوان رو بر میداره و شروع میکنه با استخوان جنگیدن، کشف میکنه استخوان رو به مثابه ابزار و اون کات طولانی زده میشه، استخوان پرت میشه به آسمان و آره به فضاپیما در واقع چیز میشه تصویر. کوبریک دقیقا این چیز رو خیلی خوب نشون میده که انسان در این ابزار ساز بودنش جهان رو کشف میکنه، تمام عالم برای او آشکار میشه. به اون کات میگن طولانی ترین کات سینمای در واقع دنیاست دیگه، 200 میلیون سال. آره 200 میلیون سال طول میکشه این کات. پس اما چون این ساخت هستی از حیث انتولوژیکی دسترس ناپذیر میماند و در این حال از حیث انتیکی به مسابه رابطه میان هستندهی یعنی جهان با هستندهی دیگر، یعنی رابطه بین یک موجود یعنی جهان و موجودی دیگر یعنی ایگو یا نفس تجربه می شود، و چون وجود در وهله اول با تکیه انتولوژیکی بر موجود به عنوان موجود درون جهانی فهمیده می شود، تلاش می شود که این رابطه میان موجودات نام برده یعنی جهان و انسان بر پایه همین موجودات و مطابق با معنای هستی آنها یعنی به مثابه یک موجود هستی فرادستی دریافت شود. میگفت که در میگه که این رابطه‌ای که بین دو موجود یعنی انسان و جهان هستش و این رابطه همواره به شکل یک رابطه موجود فرادستیه، یعنی انسان موجودات رو به مثابه یک چیزی که بیرون از خودش ایستاده و به اون نظاره داره و میتونه اونها رو در خدمت خودش بگیره، به خدمت خودش در بیاره، لذا این رابطه اولا یک رابطه انتیکی موجود انگارانه هستش. انسان در نخستین ارتباطش با عالم ارتباط انتولوژیکی نداره، در نخستین حضورش در عالم ارتباط انتیکی داره، موجود انگارانه است. برای همین اتان دیشب هم یه بحثی شد اشاره کردم، هایدگر میگه که گرچه به دنبال یک طرح هستی شناختیه اما ساحت انتیک تقدم داره به ساحت انتولوژیک. به زبون با ساده تر، نیازهای اولیه انسان تقدم داره به نیازهای ثانوی. اصلا برای همین هم نیازهای اولیه است اسمش. تا شما غذا نداشته باشی بخوری، تا نمیدونم مسکن یا شغلی چیزی نداشته که ایمانی نیستش. آره این ای واقعیتیه، یعنی ما داریم درباره یک موجودی حرف میزنیم که این ویژگی ها رو داره، تقدم اونتیک داره. بنابراین در جهان بودن گرچه به نحو پیشا پدیدار شناختی شناخته و تجربه شده باشد،
از طریق تعبیری که از حیث اونتولوژیکی نامناسب باشد نادیدنی می شود. یعنی ما اگر بخواهیم این در جهان بودن رو طوری تفسیر کنیم که این وجه اونتیک و موجود انگارانش دیده نشه، یا بخواهیم در همون توصیف و تعبیری که از این موجود می کنیم بلغزیم به سمت تعابیری که ما رو از این ساحت اونتیک دور کنه و بخواد ما رو پرت کنه به یک ساحت هستی شناختی، یا مثلا ما رو مستقیم ببره دعوت کنه به سمت مسل، ببره به جهان نمیدونم حقایق، اینها، این میگه در این حالت دیده نمیشه، نادیده باقی میمونه اون ساحت اونتولوژیک. یعنی اگر هم ما به دنبال یک تعبیر هستی شناختی از دازاین هستیم، نباید از این ساحت اونتیک یا موجود انگارانش غافل بشیم، چون این میل هم این خیلی جالبه. اینجا هایدگر خیلی به صراحت داره ما رو برحذر میداره از اینکه در تحلیلمون خیلی یهو پرت بشیم به اون حرفهای صوفیانه یا چیزی که همواره در هایدگر این پتانسیل وجود داره که قش کنیم به اون سمت، اما خیلی به دقت داره ما رو برحذر میداره از اون تعبیر ابتدایی و نخستین، گویی که اون چیزی که صوفیان و در واقع طریقت عرفانی تمناش رو داره، قربون دست تمناش رو داره، نتیجه‌ایه که بعداً باید حاصل بشه، وسیله نیست. این خیلی مهمه. یعنی مثلا ما در تفسیری که از انسان میخواییم ارائه بدیم، میتونیم از همون ابتدا انسان رو ساحت زمینش رو تغییر بدیم، بگیم ملکوت و نمیدونم آسمان و اینها، اما هایدگر این کار رو نمی کنه. هایدگر پای انسان و دازاین رو تو زمین محکم نگه میداره و میخواد از همین زمین یک آسمانی براش پدیدار بشه. پاش از زمین نمی بره، چون میدونه که به محض اینکه پای انسان رو از زمین ببره، انسان پا در هوا بشه، آسمانی هم پیدا نمیشه براش. یه نمونه باز ساده ترش رو اینجوری میتونم بگم، مثلا ما وقتی که آدمها رو دعوت به اخلاق میکنیم، دعوت به ملکوت میکنیم، در نظام مقدس خب این انجام میشه دیگه، ولی زمینشون رو خراب میکنیم و برای همین آدم ها هرگز به ملکوت هم نمیرسن. یعنی اگر قرار انسان اخلاقی زیست کنه، تو اول بیا معیشتشو درست کن، تو اول بیا زندگی همین اونتیک اینو درست کن، اگر قراره که دعوت به جای غیر. اینا مستقیم میگن نه، ما میخواییم شما رو ببریم به بهش، دعوت به اخلاق، تقوا، همه شما رو، خودم هم نه، همه شما رو دعوت به تقوای الهی میکنم. این چیزیه که در حقیقت خیلی خطرناکه. یعنی از دل این نوع نگاه که ما رو میخواد ببره به سمت آسمان و ببره به سمت، نه، های دیگه چنین چیزی رو، بله دیگه، این متافیزیکه که این چیز رو، آره، قربت بشه. اکنون این تقویم دازاین فقط در هیئتی که این تعبیر نامتناسب از آن می سازد و آن هم به مثابه چیزی بدیهی شناخته می شود، به طوری که به نقطه شروعی بدیهی برای مسائل نظریه شناخت یا متافیزیک شناخت تبدیل می شود. زیرا چه چیزی بدیهی تر از آن است که یک سوژه مرتبط با یک ابژه باشد و بالعکس؟ این ربط سوژه ابژه باید پیشفرض گرفته شود، اما اگرچه این پیشفرض از حیث واقع بودگیش غیر قابل ایراد باقی میماند، اما دقیقاً به همین دلیل اگر ضرورت اونتولوژیکی آن و قبل از همه معنای اونتولوژیکیش در تاریکی رها شود، پیشفرضی به راستی مصیبت بار خواهد بود. چون در این نگاه متافیزیکی که حالا یه توصیفی هم ازش داشتم، در این نگاه انسان فاعل شناسا
و جهان به مثابه ابژه، و جهان هم نه به مثابه متن و زمینه چیزها بلکه به مثابه سلام خوش، جهان به مثابه مجموعه چیزها تلقی میشه. یعنی ما در تعبیر جهان گفتیم که دو تعبیر ما از عالم و جهان داریم دیگه. یک تعبیر متافیزیکی از جهان که جهان رو مجموعه چیزها میدونه، مجموعه زمین و کوه و آسمون و ساختمان و، اما در نگاه پدیدارشناسی هایدگر میگه جهان مجموعه چیزها نیست، بلکه جهان افق، زمینه و متنیه که چیزها درش معنادار میشن، آشکار میشن. اون مثال اتومبیل رو که گفتم مجموعه اجزای پراید مفهوم پراید رو نمیسازه، حتی اگر این مجموعه اجزا در نسبت‌های دقیق با هم هم مونتاژ شده باشه. یک چیز دیگری لازمه که تا مفهوم اتومبیل ساخته بشه که گفتیم اون عالمه. یعنی در عالم مدرنه که اتومبیل فهمیده ساخته میشه، اصلا تقرر پیدا میکنه دیگه. چون اتومبیل رو بردار ببر توی جزیره نمیدونم آدمخوارا که وارد تمدن نشودن، اون مفهوم اتومبیل براش، یعنی جهان مدرن این معنا رو ایجاد میکنه و ما در جهان مدرن این شی بر ما آشکار میشه. لذا در این تعبیر از جهان دیگه جهان مجموعه اجزا نیستش. این مفهوم جهان رو خیلی باید دقت کنیم در هایدگر که به چه معناییه. وقتی از جهان دازاین هم حرف میزنیم، مجموعه افکار و عقاید و فلان و نمیدونم خور و خواب و خشم و شهوت نیست. دازاین جهان مجموعه اینا نیست، گرچه اینها در جهانش هست، اما فقط این نیست، چیز دیگری. یعنی اون چیزی که هایدگر از جهان حرف میزنه کاملا یه معنای انتولوژیکی داره، هستی شناختی داره، اصلا معنای انتیک نداره. یعنی ما نمیتونیم جهان آدم ها رو نشون بدیم، معین کنیم حدود و ثغورش رو. جهان هر انسانی آنگونه آشکار می شود که برای او آشکار شده، نه اینکه برای او خودآگاهی یا علم حصولی داره. نه، آدم ها نمیتونن درباره جهانشون حرف بزنن. چند درصد آدم ها میتونن؟ شما بگید فلانی بیاد جهانت رو وصف کن، خیلی کمند آدم هایی که بتونن جهان خودشون رو به زبون بیارن. نهایت یک توصیفی از زندگی روزمره، یعنی من همون اجزا میدن به ما. اما کیا میتونن جهان رو وصف کنن؟ کیا؟ شاعران میتونن. یعنی اندک انسانهایی میتونن جهان رو فقط وصف نمی کنن، شاعرانن که جهان رو میسازن در حقیقت. برای همینه که بعد یه جای دیگه هایدگر تاکید میکنه که ما در جهانی که شاعران میسازند زندگی میکنیم و امکان زیست رو فراهم میکنن. این رو حالا اجازه بدید که فهمش رو موکول کنیم به سلوک با این کتاب. یعنی شاید الان فهم این معنایی که هایدگر میگه خب شاید دشوار باشه، ولی در ادامه که با این کتاب همراهی میکنیم این معنا خیلی راحت و سهل الوصول میشه. یعنی حتی کسی که یک شعر هم تو زندگیشون نخوندن و علاقه ندارن، خیلی از اشعارشون نشنیدن، تو جهان احساس میکنن که شاعران برای اونها تعیین کردن. یعنی کلماتو ساختن. فقط کلمات نیست، خیلی آره. آره خیلی چون شناختن جهان غالباً و منحصراً همچون نمونهی به جای پدیده بودن در نشسته است، آن هم نه فقط برای نظریه شناخت، زیرا رفتار عملی نیز به مثابه رفتاری نانظری یا غیر نظری فهمیده شده است، و چون به علت این تقدمی که به شناختن داده شده است، فهم ما از اصیل ترین نوع وجود بودن در
به گمراهی کشیده شده است. پس در جهان بودن باید با نظر به شناختن جهان باز هم دقیق‌تر نمایش داده شود و خود آن به مثابه جهتی اگزیستانسیال از بودن در محسوب گردد. یعنی چی؟ میخواد اینجا به یکی شناخت جهان یک شناخت چیزا لبدنه شناخت جهان یک شناخت تئوریتیکال نیستش، یک شناخت نظری نیستش. یعنی ما نباید تصور کنیم که برای شناخت جهان، منظور از جهان جهان دازاین ها اینجا، نه شناخت کره زمین و زیست شناسی، نه برای شناخت جهان بریم سراغ فیلسوفان، فیلسوفانی که نشستن و نظریه پردازی کردن. میگو همواره ما اینگونه تلقی داشتیم که برای شناخت جهان باید رو بیاریم به نظریه و شناخت نظری، در حالی که این شناخت اساساً غیر نظریه. این شناخت غیر نظری به این معنا که یک نوع تجربه زیسته است. یعنی آن کس که خیلی در ساحت نظر داره نظریه پردازی میکنه لزوماً شناختی از جهان نداره، اما آن شاعری که شاید هیچ نظریه هم بلد نباشه، آشنا هم نباشه با یک نظریه و نظریه های فلسفی و کلاً با نظریه ها، او یک شناخت عملی و عمیقی داره از جهان. ما این رو درک میکنیم واقعاً. حالا شاعر که میگیم به معنای عامش، یعنی هنرمندان. هنرمندان چرا خیلی زودتر نسبت به رخدادهای اجتماعی و پیرامونی واکنش نشون میدن؟ هنرمندها آنتناشون خیلی حساس‌تره، دریافتشون قوی‌تره، شناخت نظری ندارن. شما به بدترین کار این عالم اینه که بری سراغ یه هنرمند بگی که آقا بیا درباره انتخابات نظر بده، یه چرت و پرتای میگه. اما یک دریافتی داره هنرمند که این دریافت رو اون فیلسوف و اون جامعه شناس و این چیزش ندارن، ولی اینکه نتونه این رو بیان کنه، ولی نتونه زبانمندش کنه. این در آثارش نمایانه. آره، یعنی هنرمند به معنای اثرش ها، نه شخصیتش. یعنی اون هنرمند که حضوری که در اثرش داره، نه در سخنرانیش. و ای بسا مملکت ما هم دیدید دیگه، مثلا هنرمندا ابزار اهل سیاست هن دیگه. انتخابات میشه یه دیرا دنبال این میفتن، یه دی دنبال اون میفتن، هنرمند جماعت. اونجا دیگه اون دنبال افتادن به معنای هنر نیست، منظور همون اثریه که ابداع کرده، اون اثر هنریشه. اون اثر هنریش داره یک حقیقتی رو آشکار میکنه که شخص هنرمند اگر بخواد حرف بزنه خلاف همون اثر خودش شاید رفتار کنه، حرف بزنه، دریوری به ما تحویل بده. به این معنا پس میگیم این چیزی که الان هایدگر تو این پاراگراف خیلی داره ما رو توجه میده، میگه این بودن در جهان، این بودن وجودی یا اگزیستانسیاله، این یک حضور وجودیه، نه یک امر نظری یا تئوریک. نحوه بودن دازاین در عالم همواره یک نحوه حضوری و اگزیستانسیاله، تئوریکال نیستش که بخواد این رو نظری برای ما توضیح بده یا به نظریه در بیاره. خب برای کی؟ برای همون دازاین. اصلا در ادراکش این حضور، این بودنه، ادراک. آره، اون بودنش این ادراکه. حالا اون بودن در کنشش ظاهر میشه، کنشش حالا اثر هنریه، یک هر کنشی متناسب با اون چیزی که داره، اون بودنه هستش. ممکنه خودش پرمانی نداشته. اصلا نه نمیگیم خودآگاهی نداشته باشه، آگاهی نداره، آگاهی نداره، یعنی نمیتونه این رو
به زبان شاید بیاره، تو ساحت شناخت نظری بیاد برمون، چون هر بیانی یک نوع بیان نظریه دیگه. هر آخه میگن که مثلا تو آثار مثلا عرفا میگن این عرفا قرار بود که اسرار مگو رو نگن، و چرا گفتن؟ دقیقا مثلا این که اصلا اینا چیزی نگفتن، تمام آثار عرفانی مگوها چیزی نگفتن، آره اینا همش اشاراتی، اصلا چیزی نگفتن که ما فکر کنیم اینا اسرار رو آشکار کردن. نه، این که حالا مثلا یکی از یه مکاشفش گفته باشیم که سر نیست. اونا که به قول عرفا چه هیزون نساء، به قول عرفا که مکاشفه و اینا میگن، چیزه اون چیزی که میگه، اون چیزی که داره بیان میشه ساحت نظره، ولو اینکه در ساختار حتی مکاشفه باشه، ولو اینکه در ساختار داره یک شناخت نظری داره به ما میده. اون چیزی که هست هرگز به چنگ ما نمیاد مگر اینکه خود ما در اون ساحت تقرر داشته باشیم. تازه باز اون تقرری که ما داریم اون تقرری نیست که او داره، اون تقرری که ما داریم مختص دازاین ماست. یعنی شما الان این شربتی که من دارم میخورم، اگر همین شربت رو برای شما درست کنی، این اونی نیست که من دارم میخورم. حتی اگر این لیوان رو همینجوری بدم به شما، بقیهش رو شما میل کنید، باز اونی نیستش که من دارم میخورم. اون چیزی که من دارم دریافت میکنم تناسب تام و تمامی با نحوه بودن من داره. شاید همین که برای من خوشاینده برای شما خوشایند نباشه، شاید یه حس دیگه، دریافت دیگه، ولی اشتراکی هم وجود داره. خیلی کلیه، یعنی در کلیتش انقدر کلیه که نباید ما دلخوش به اون باشیم. مثلا فلسفه با هم جنگ زیاد دارد، جنگ ها را لفظی من زمانه یاد داریم، ولی عرفا با هم دیگه این دواره ندارن. وقتی به هم رسیدم نگاه کردم، حتی حرفی هم نزدم یا همین یا در آغوش کشیدم، هیچ وقت یا عارف نکشسته برای یه عارف دیگه برمیکنه. اون منش عملی اونهاست، اما اگر مثلا اشتراکی داشتن دیگه، مثلا جهان مشترکی دارن، اما اگر بخوان به زبون بیارن آیا اختلاف پدیدار نمیشه؟ چرا میشه؟ ما مگه کم دیدیم مثلا تعبیری که قیصری داره از ولایت با تعبیری که مثلا کاشانی داره فرق میکنه؟ جفتشون با نظر دیگه، ساحت نظر میبینیم اختلاف ایجاد میشه. نه، در این بحث نظر رو میگیم دیگه، در ساحت نظر اختلاف پیدا میشه. یعنی قرارم نیست که در ساحت نظر همه به یک امر واحد برسن، هر کسی دریافت خودش رو داره، و وقتی این دریافت به زبان میاد مختصات خودش رو داره و نمیشه اونجا انتظار داشت که همه یک چیز رو بگن. برای همین به قول حافظ میگه یک حرف بیش نیست سخن عشق، و این عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. از هر زبانی جدید شنیده میشه. خب در شاید اون هنرمندا که از فلاسفه بالاترن، اونا حالا این لغت شاید خیلی حساسیت داری، من نمیخوام، ولی آوردن وجهی اشتقاقی به عنوان نمونه ای از بودن در شناختن جهان. حالا میخواد یه وجهی از این بودن در جهان رو برای ما آشکار کنه. اگر در جهان بودن تقویمی بنیادی از دازاین است که ما فهمیدیم به چه معنایی، یعنی دازاین یعنی همان بودن در جهان، دازاین این بودن در جهانه، گویی مترادف هم دیگن. اگر در جهان بودن تقویمی بنیادی از دازاین است، و دازاین نه فقط به طور اعم بلکه به طور اخص و بارز به وجه هر روزیگی در آن در تکاپوست، آنگاه این در جهان بودن باید همیشه پیشا پیش به نحو انتیکی تجربه شده باشد. روشن شد دیگه؟ یعنی این بودن در جهان
به وجه انتیکی یا موجود انگارانه چی شده؟ تجربه شده. همه انسان ها در زندگی روزمره هستن، روزمرگی دارن، در جهان روزمره خودشون رو پیدا میکنن. شما میتونید انسانی رو پیدا کنید که جهان روزمره نداشته باشه؟ در پرده ماندن کامل آن غیر قابل فهم است، به ویژه که دازاین دارای فهمی از هستی خیش است، هرقدر هم که این فهم به شیوهی نامعین عمل کند. همین بودن در جهان روزمره یک نحوه فهمی هم از هستی خودش داره، یعنی آدمی در زندگی روزمرهش هم غرقم که باشه یک فهمی از هستی خودش داره. خودش رو چطور پیدا میکنه؟ آنی که صبح بلند میشه میره اداره، تا یه ساعتی کار میکنه، کارت میکشه، بعدم باز کارت میزنه، میاد سوار مترو میشه، غروب جنازه میرسه خونه، میره نونی میخره، میاد میشینه تلویزیون روشن میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، بعدم میگیره میخوابه، باز دوباره صبح و باز همین و باز همین. این میدونه که داره چه زندگی رو سپری میکنه. برای همین خیلی به زبان ساده همه این رو بیان میکنن، میگن در زندگی سگی افتادیم، شب تا صبح داریم سگ دو میزنیم. اینا فقط به خاطر مثلا اقتصادی نیست، یعنی دازاین از این نحوه بودن و حضورش در روزمرگی همواره یه فهمی داره. این ربطی هم نداره که فیلسوف باشه، همه این چیز رو دارن. اما به محض اینکه خود پدیده شناختن جهان درک شد، در معرض تعبیری بیرونی و سوری قرار گرفت. شاهد آن این است که امروزه هنوز تلقی شناختن به عنوان نسبتی میان سوژه و ابژه رایج است که در آن همانقدر حقیقت نهفته است که در تویی بودگی. اما سوژه و ابژه با دازاین و جهان مطابق نیستند. در همین وضعیتی که انسان در زندگی روزمرش هم داره، همین که بخواد رو بیاره به شناخت جهان، دچار این چارچوب متافیزیکیه، چی میشه؟ شناخت بیرون. به این دازاین روزمره اگر بگید که جهان چیست، باز همون تصور بیرونی بودن، یعنی خودش یک امری، جهان بیرون از خودشه، یعنی همون مجموعه اجزا. و این در حقیقت همون سنت سوژه و ابژه است، فکر میکنه که خودش سوژه است و جهان ابژه است، در حالی که نسبت دازاین و جهان نسبت سوژه و ابژه نیست. حتی اگر بپذیریم که میتوان بودن در را بدون به نحو انتولوژیکی بر پایه در جهان بودن شناسنده تعیین کرد، باز هم نخستین وظیفه ضروری ما خصلت نمایی پدیداری شناختن به مثابه وجود در و به سوی جهان است. میگه حتی اگر ما این بودن در جهان رو بپذیریم، ولی این بودن در جهان به نحو انتولوژیکی به مثابه این فهمیده شود که انسان فاعل شناسا و شناسنده جهان در این جهان است، شناسنده جهان در جهان هست، باز این مانع هستش. یعنی باز نسبت سوژه و ابژه میشه. برای همین وظیفه اصلی ما اینه که روشن کنیم که این پدیده، یعنی شناختن جهان، خود شناختن جهان به مثابه بودن در جهانه. میبینید چطور داره مرز تئوری و پراکسیس رو میخواد کم رنگ تر کنه. شناختن جهان یعنی بودن در جهان، یعنی شناخت یک امر پراکتیکاله، یه امر سوژه و ابژه نیستش که من بیرون از چیزی ایستاده باشم و بخوام اون رو مطالعه کنم. شناختن یعنی زیستن در جهان. کلمه شناخت یعنی چی؟
اگه به هایدگر بپرسه شناخت یعنی چی، میگه یعنی بودن، یعنی حضور در جهان. خب این قبل از دکتر جبره، قبل از اینکه یکی از این فیلسوفا دکارت بوده احتمالاً، یا کانت که سوژه ابژه رو آورده، دکارت بود درسته. قبل از این مگه اینا با هم وحدت نداشتن که دوباره این همه آدم بیان مثلا گاف دکارت رو بخونن؟ آره دیگه، تو جلسات نمیدونم چندم بود که کل متافیزیک یونان رو هم همینطوری تفسیر میکنه هایدگر. یعنی میگه با هم یکی بودن؟ نه میگه در از یونان در تفکر در واقع باستان یونان افلاطون ارسطو، آره این چیز وجود داشته. برای همین کل رسالت این کتاب رو چی میذاره؟ دیستراکشن یا ساخت شکنی یا ساختار زدایی از کل این متافیزیک 2500 ساله. یعنی نوع تفسیری که از این متافیزیک ارائه میده بر همین مبناست. یعنی هیچ وقت انسان وجود نداشته که نگاهش، ببین هایدگر درباره هر انسانی حرف نمیزنه، درباره تاریخ متافیزیک داره حرف میزنه، اونم تاریخ متافیزیک. نه در همین تاریخ انسان‌هایی بودن، مفرداتی در جاهایی بودن، نه کاری به اونا نداره. میگه این تاریخ متافیزیک این خصلت رو داره. آره جهان رو غیر از دازاین میدونه. تاریخ متافیزیک جهان. چیزش اینه که جهان یه چیزه، دازاین هم یه چیزه. اما هایدگر داره تمام تلاشش رو میخواد بکنه که بگه نه، دازاین همون جهانه، جهان هم همون دازاینه. جهان رو میخواد یه معنای دیگری از جهان به ما بده. و شناخت هم چیزی نیست جز همین بودن در جهان. حضور، یک نوع حضوره. اگر بر این نسبت وجودی، کدوم نسبت وجودی؟ بودن در جهان، حضور داشتن در جهان، تأمل شود، قبل از هر چیز موجودی موسوم به طبیعت به مثابه چیزی که شناخته می شود داده می شود. یعنی مفهوم نیچر تو بودن با طبیعت تازه داد. نیچر اینجا به ما داده می شه، طبیعت به ما داده می شه. طبیعت جهان نیست. طبیعت رو نباید به معنای جهان بگیریم. خود در بودن در جهان طبیعت رو تازه به ما میده. ما با طبیعت آشکار میشیم، چنان که با چیزهای دیگر هم آشکار میشیم. نخست با طبیعت به ما داده میشه و بعد چیزهای دیگر. آره. خود شناختن را نمیتوان در این موجود پیدا کرد. شناختن رو در این موجود یا در طبیعت نمیشه پیدا کرد. اگر شناختن به طور کلی هست، یعنی وجود داره، تنها به موجودی تعلق دارد که میشناسد، یعنی دازاین. اما حتی در چنین موجودی انسان به مثابه شی شناختن امری فرادستی نیست، یعنی امری بیرون ایستاده از من نیست. شناختن یک نحوه بودن منه. این جمله رو میخواد تأکید کنه که شناخت نحوه حضور و بودن در جهان. در هر حال قابل تشخیص به شیوه بیرونی همانند خاصه بدنی نیست. با این حال تا جایی که شناختن به این موجود تعلق دارد اما خاصه بیرونی نیست، باید درونی باشد. لیکن هرچه صریح تر پایبند این عقیده باشند که شناختن قبل از هر چیزی و اصالتاً درونی است و به طور کلی هیچ بچه مشترکی با نوع وجود موجود فیزیکی و روانی ندارد، بیشتر گمان می‌کنند که به نحوی بی پیش فرض‌تر در پرسش از ماهیت شناخت و روشنگری درباره رابطه میان سوژه و ابژه پیشرفت می‌کنند. خواهد بگه وقتی که ما تو چنین وضعیتی قرار میگیریم شناختن رو شناختن یک سوژه و ابژه تلقی نکنیم، این وسوسه وجود داره که شناختن رو به یک امر درونی تعبیر کنیم. بگیم پس شناختن یه امر درونیه، یه امر بیرونی نیست. میخواد این هم بزنه، میخواد بگه این هم نیستش. گرمم شد ببخشید. دقیقاً این برداشتن شکاف بین میان سوژه و ابژه یک امکانی برای هایدگر فراهم میکنه که یه تبیین درستی از آگاهی بده. آگاهی بیرون جستن از خود و پرت شدن به سپهر دیگری نیست، بلکه این همانی جهان و دازاینه. ایستادن در جهان
همون آگاهی است. آگاهی رفتن به سمت ابژه نیستش. اما علی رغم همه تنوعات پرشمار این رهیافت، یعنی تنوعات پرشمارش همون یک بود که همین الان عرض کردم، یعنی در سنت دکارتی و کانتی سوژه بالا قرار میگیره، ابژه ها همه در زیر پای، و در سنت اسکولاستیک سوژه خداست، انسان و جهان زیر پا هستند، در سنت کاسموسانتریستی جهان بالاست و انسان، یعنی با همین تنوعاتی که داره رهیافتای متنوع، پرسش از نوع وجود این سوژه شناسنده یک سره مسکوت میماند. فرقی نمی کنه از افلاطون تا به نیچه، وجود این موجود که اسمشو گذاشتیم سوژه شناسنده، فاعل شناسا، وجودش، پرسش از وجودش چی میمونه؟ مسکوت باقی میمونه. هرچند هر از گاه شناخت این سوژه را بررسی کنیم، شیوه هستیش موضوعی ضمنی و همیشه از قبل حاضر را تشکیل میدهد، یعنی به مثابه یک امر پیشینی وجودش رو مفروض گرفتیم و دیگه احتیاجی نمیبینیم که درباره وجودش حرف بزنیم. مثل اینکه مثلا من الان میگم پراید، یه پرایدی ابژش وجود داره، یه پرایدی هم سوژش تو ذهن من وجود داره، ولی اون سوژه همزمان با اینکه پراید داره مثلا بروز میشه تغییر نمیکنه، پس وجودی در واقع نداره، درسته؟ هیچکی نمیاد بگه اون چیزی که تو ذهن توه که اصلا وجود نداره، چون بروز نمیشه، تغییراتش این چیز نمیشه. مثلا امروز یه قطعه به فراد اضافه میکنم، من اینکه بیخبرم تو ذهنم که تغییری ایجاد نمیشه، پس وجودی اصلا در کار نیست. مسامحتا با کمی ارفاق میشه پذیرفتن. البته گهگاه به ما اطمینان داده میشود که درون و سپهر درونی سوژه را یقینا نباید همچون صندوق یا محفظه‌ای تلقی کرد. کی این اطمینان رو به ما میخواد بده؟ کی داره تلاش میکنه این اطمینان رو به ما بده؟ کانت. اما وقتی پرسیده شود که درون حلول که شناختن بدون در آن محصور است چه دلالت محصلی دارد و چگونه خصلت وجودی این درون بودگی، درون بودگی شناخت یا شناختن در نوع وجود سوژه بنیان دارد، سکوت حکم فرماست. یعنی فلسفه کانت نمیتونه به این پرسش پاسخی بده. اما صرف نظر از اینکه سپهر درونی چگونه تعبیر شود، همین که این پرسش تر شود که شناختن چگونه از این سپهر بیرون می رود و به تعالی دست می یابد، آشکار خواهد شد که اگر از قبل روشن نشده باشد که این شناختن موجد چنین معمایی است، چگونه و چیست شناخت، چگونه و چیستی شناخت را مسئله آفرین می یابند. یعنی این آگاهی ذهنی و شناخت ذهنی چطور از خودش بیرون میاد، منظور از تعالی یعنی از خود بیرون آمدن و به ابژه تعلق میگیره، و اگر از قبل این روشن نشده باشه که این چطور این داره تحقق میگیره و شکل میگیره، مثل یه معما همیشه باقی میمونه. در چنین رهیافتی انسان در مقابل آنچه که پیشاپیش به طور ضمنی حتی در موقتی ترین تبدیل پدیدار شناخت به موضوع مطالعه نهفته است، نابینا میماند. یعنی این حقیقت که شناختن وجهی از هستی دازاین به مثابه بودن در جهان است. این جمله رو زیرش خط بکشید، چون مهم، یکی از مهمترین جملات. دوست جبر، سپهر و معادل مثلا چی به کار میبره؟ افق، ساحت. آره. این جمله رو بنویسید، شما کتاب نداری. یه بار دیگه میفهم. این حقیقت که شناختن وجهی از هستی دازاین به مثابه بودن در عالم است یا بودن در جهان است و شالوده، حالا این دیگه اینو نمیخواد بنویسید، این توضیحشه، و شالوده اونتیکیش در این تقویم وجودی قرار دارد. شالوده اونتیکیش، موجود انگارانش،
در این تقویم وجودی قرار دارد، یعنی دازاین در جهان هست و به لحاظ موجود انگارانه یا به تعبیر خودم هستانه در این عالم هست، شناخت داره. این تعبیر این در واقع چیز اونتیکیشه، یعنی با این مختصاته اون موجود این بنیان اونتیکیشه. اما بنیان اونتولوژیکیش چیه فعلا مونده. این اشاره به این یافته پدیداری که شناختن نوعی هستی در جهان بودن است، در جهان هستن ترجمه کرده، نوعی هستی being in the world است، میتواند در معرض این ایراد قرار گیرد که چون این تفسیری صرفا مسئله شناخت را محو خواهد کرد. خودش داره یه ایرادی به خودش به این تبیینش داره میگیره، آره، که بعد بخواد جواب بده. میگه اگر ما شناختن رو اینطوری تفسیر کنیم که شناختن یعنی بودن در جهان، پس شناختن چی هست اصلا؟ یه جوری انگار داره مسئله رو پاک میکنه. زیرا دیگر چه چیزی میتواند موضوع پرسش باشد وقتی که از پیش فرض شود که شناختن پیشاپیش در کنار جهانش باشد. خب شیوه بودن در حالی که فقط با تعالی سوژه به آن دست میابد. ما در سنت متافیزیکی شناختن رو تعالی سوژه به سمت ابژه میفهمیم، یعنی وقتی سوژه تعالی میگیره به سمت ابژه، خیز برمیداره به سمت ابژه، یعنی میگیم شناخت حاصل شد. در کلمه پرسپشن، ادراک، پرسپشن چه نوع ادراکیه؟ در کلمه پرسپشن که به ادراک ترجمه میشه، ریشه کلمه پرسپشن به معنای تسلط و سلطه است. ادراک یعنی من به شی یا ابژه سلطه پیدا کنم. ادراک نحوی از سلطه‌گریه، نحوی از سیطره است. من وقتی مثلا به ریاضیات سلطه پیدا میکنم، ادراک پیدا میکنم، واجد ادراک میشم. مثلا در این به این جانورها سلطه پیدا میکنم، زیست شناسی شکل میگیره. به نمیدونم به مناسبات تولید و اقتصاد ادراک پیدا میکنم، اقتصاد صورت میگیره، ادراک اقتصادی صورت میگیره و همینجوری به قصه الازا. یعنی ادراک به این معنا هست. آره، اصلا این دریافت یعنی سلطه، خود دریافت یعنی سلطه، یعنی مسلط شدن بر ابژه تو سنت متافیزیکی. خب حالا میخواد بگه که اگر این طور باشه، خب دیگه وقتی من دارم اینو برمیدارم، چیزی به نام سوژه و ابژه نیست، به طریق اولا دیگه سلطه هم نیست، پس دیگه شناختی هم باقی نمیمونه. ولی یه جمله خیلی مثلا بدیهی خنده‌دار بگم دکتر، صرف نظر از این ایرادی که به این طریق صورتبندی شده بار دیگر این دیدگاه صرفاً دلبخواه و سرهمبندی شده را که بی بهره از اثبات پدیده‌ایست به نمایش می‌گذارد، جای این سوال باقی است که کدام مرجع غیر از خود پدیده شناختن و نوع وجود موجود یا همون شناسنده یا سوژه تعیین خواهد کرد که آیا و به چه معنا یک مسئله شناخت باید وجود داشته باشد. یعنی ما بیرون از خود مرجع شناخت، ما داریم درباره شناخت حرف میزنیم، درباره آگاهی حرف میزنیم، بیرون از آگاهی میتونیم درباره آگاهی حرف بزنیم؟ کجاست بیرون از آگاهی؟ کجاست جهل دیگه؟ بیرون از آگاهی که نمیشن. بذار این پرسش به یک معنا از نظر هایدگر مهمل میشه که ما بخوایم در واقع بیرون از آگاهی. حالا هایدگر داره یک توصیفی از آگاهی به ما میده که شما بخواید از این بیرون بیستید، امکان برای شما نخواهد بود که بیرون از اون بیستید. و تعبیر یا بیان هایدگر از شناخت رو نقد کنید که مثل اینکه مولانا میگه چون ما شبی بدانید. اگر البته خب نه خیلی اونجوری تیز، یعنی اگر ما به دازاین و جهان دقت کنیم میبینیم که آره همه میتونه، یعنی اگر همه انسان ها دازاین و این همانی دازاین و جهان رو التفات کنن،
این معنا براشون سهل میشه، معنای دشواری نخواهد بود. گره اصلی این فهم این بحث هایدگر تو همون این همانی دازاین و جهانه. اگر اکنون بپرسیم چه چیزی خودش را در یافتهای پدیداری شناختن نشان میدهد، باید این نکته را قویاً به خاطر بسپاریم که خود شناختن از قبل در نوعی پیشاپیش در کنار جهان بودن که ماهیتاً مقوم هستی دازاین است استوار است. یعنی باز ما رو توی اون دایره تو اون دور قرار میده. یعنی اگه بپرسن که بگن از شما بپرسن که خب متعلق شناخت چیه، توی تعبیر های دیگه متعلق شناخت چی میشه؟ بودنه، یعنی خود دازاین میشه، چون گفتیم دازاین بودن در جهانه دیگه، متعلق شناخت و شناختم بودن در جهانه، پس متعلق شناختم همین بودن در جهانه. یعنی انها بودن اینجا نحوه ها و شیوه های بودنه، اون شیوه که اون دفعه گفتم اون کلمه خیلی قشنگ توصیف میکنه، آره اطوار، شیوه های بودنه دیگه. برای همین پدیدارشناسی خیلی امکان خوبی برای مطالعه شیوه های بودن به ما در اختیار ما میذاره. پدیدارشناسی هایدگری دیگه. بله. خب ولی گفتش به سمت تعالی شدن میره. تو سنت متافیزیکیه. شدن نه ابژه. اون تو سنت متافیزیکیه. این پیشا پیش از قبل هستن در کنار، بودن در کنار، کنار چی؟ در چیزهای دیگر، دازاینهای دیگر، در وهله اول فقط خیرگی ثابتی بر چیزی صرفا فرادستی نیست. یعنی ما در کنار عالم هستیم، به کوه، به انسان خیره نمیشیم، فقط صرفا این خیره موندن به چیز نیست. این بودن در کنار در کنار سه تا نقطه فقط خیره موندن به اون سه تا نقطه نیست. در جهان بودن به مثابه دل مشغولی به وسیله جهانی که به آن دل مشغول است جذب شده است. یعنی ما اگر در کنار بودن در کنار سه تا نقطه هست، این نحوی از دل مشغولی هم هست، نحوی از اهتمام هم هست، هم و غم. یعنی من ها؟ آره نه، اینجا دل مشغولیه، حالا بعد این دل مشغولی میتونه به پروا، به اهتمام هم تبدیل بشه، کانسرن دیگه، بعد به تبدیل میشه به کانسرن. نه دل مشغولی کانسرن نیست. این ببینید، شما در کافه هستید، درسته؟ اتفاقی که در کافه ظاهر نشدید که، چه چیزی شما رو در کنار این میز و صندلی و دیگر دوستان کافه حاضر کرده؟ یک دل مشغولی شما رو به اینجا کشونده. شما میرید کوه، چه چیزی شما رو به کوه میکشونه؟ چرا نمیرید مثلا باشگاه؟ چرا میرید کوه؟ چرا نمیرید به مهمانی؟ یعنی حضور شما، بودن شما در کنار هر چیزی دل مشغولی شماست، حتی اگر به نحو سلبی باشه، حتی اگر به نحو انزجار باشه. خود انزجار هم نحوی دل مشغولیه. یعنی این دل مشغولی به معنای همواره مثبت نیست. شما میرید یه مهمونی که اصلا هم حوصله‌شو ندارید، یه مجبوری دیگه گفتم خود برید. این اجبار و کراهتی که دارید از حضور در این مجلس خودش یک دل مشغولیه. آدم به چیزی که دل مشغولش نباشه که حتی کراهت هم نداره، علی‌السویه است براش دیگه. انسان علی‌السویه نیست، انسان علی‌السویه نمیشه پیدا کرد. انسان همیشه جهت داره، انسان علی‌السویه وجود نداره. ما هم بگه برای من فرق نمی کنه کافه فلسفه برم یا کافه مثلا چیز برم، نه خیلی به هیچ وجه نیست. نه. نه چرا؟ من دیدم آن چیزی که شما رو می کشونه به یک مکان و به یک ساحتی لزوما آگاهانه نیست.
یک دل مشغولی وجود داره، ولو اینکه در ساعت آگاهی شما نباشه. انسان همونطور که از اونس هست، آه. من با این هر سوالت نمیدونم، من میخوام بگیرم تو اونست با مرگی. آره. نمیتونی با هیچ چیزی با اونست داشته باشه. اونست به هیچیه. آره. به قول آهنگشبار میگه بعضی منتظر هیچیه. من منتظر. من دل مشغول اونه. این هرچه باداباد که اینجا نوشتن نمیشه. این هرچه باداباد به معنی نفی دل مشغولی ها نیست. ولی همین باداباد این چی؟ آره. آقا یه اشکال از بی دل گرفتیه. استاد بن زیر بار. علی اشکال هایدگر گرفت. بی دل هایدگر. نه بی دل در این بیت تعدد نداره. یه چیز نمیکنه. دل مشغولی رو نفی نمیکنه. زندگی برگردن افتاد است از مصرع قبلیشو بخونید. از این گردن افتادی خود دل مشغولی است. یعنی تو از این گردن افتادن و دل مشغولیش مفری نداری. آره خودی بادا بادم یه رو دل مشغولی نه، اصلا تو مصر اول دل مشغولی رو ثابت کرده. بادا باد زندگی کردن برادریش. آره بعد میگه دیگه بپذیر اینو. نه حالا دیگه خیلی اونجوری چیزش نریم جلو، ولی این اینقدر هست، اینقدر هست که بانگ جرسی. آره بانگ جرسی میآید. خب کجا بودی؟ جذب شده است. به آن دل مشغول است، جذب شده است. برای اینکه شناختن، شما میگی من نه بعضی وقتا میرم توی کافه بدون هیچ چیزی، همینجوری فقط میرم. چرا میری کافه؟ چرا نمیری مثلا پارک؟ چرا نمیری مثلا کتابخونه؟ چرا نمیری دیسکو؟ چرا نمیری خونه؟ اصلا چرا خونه نمیمونی؟ یعنی مسئله سر این نیست که اون کافه و این کافه، مسئله اینه که به هر حال یک دل مشغولی هست. برای اینکه شناختن، برای اینکه شناختن به مثابه تعیین مشاهده گرانه موجود فرادستی ممکن باشد، باید قبلا کم و کسری در کار داشتن دل مشغولانه ما با جهان وجود داشته باشد. خیلی نکته خوبیه. یعنی یک کم و کسری وجود داره در این ارتباطات. آقا اگه همه چی اوکی باشه، اینو بعدن به میسن بگید، اگر اون شام اون شب اول خیلی عالی بود، اون لذت و اون دل مشغولی که بعدن حاصل میشه، اصلا آدم دل مشغول چیزی نمیشه. همواره یک خلایی وجود داره، همواره یک کم و کسری وجود داره. آره، که اون کم و کسریه اقتضای دل مشغولی میاره و اون دل مشغولی ما رو در جهان و حضور ما در جهان رو پدیدار میکنه. این کم و کسریه چیه؟ وقتی دل مشغولی از هر گونه تولید کردن، دستکاری کردن و نظایر آن خودداری کند، خودش را در یگان وجهی از بودن در که هنوز باقی میماند، یعنی در صرفاً هنوز ماندن در کنار قرار میدهد. یعنی حتی بگه من هیچ کاری نمی کنم، نمیخوام چیزی بسازم، نه چیزی درست کنم، نه میخوام همینجای تو خونه که نشستم باشم. میگه خود همین بودن در کنار، آره این خودش باز یک نحوی از دل مشغولی هستش. انفعال یه جور نشان دهنده اعتراض. حالا اونجوری هم میشه تفسیرش کرد. بر پایه این نوع هستی، هستی به سوی جهان، که به ما اجازه میدهد که موجود درون جهان را فقط در ظاهر صرف آن، فقط در ظاهر صرف آن آیدیوس ملاقات کنیم و به مثابه وجهی از این نوع هستی نگرشی آشکار به چیزی که بدین گونه با آن تلاقی میکنیم ممکن است. چی شد؟ میگه یک چنین تعبیری که ما از بودن در جهان داریم ارائه میدیم، گویی که داره فقط صرفا یک آیدیوس، یک صورتی از این موجود رو به ما میده که نوعی از وجودشه. یعنی اینکه ما بگیم که انسان همواره دل مشغول چیزیه، چه چیزی حالا داره اضافه میکنه بر دانش ما و آگاهی ما نسبت به دازاین؟ این خیلی واضح و بدیهیه که واضح و مبرهن است.
نداره. هایدگر میگه باید به همین امر واضح و مبرهن التفات داشته باشیم. این نگرش همیشه جهتگیری معینی است به سوی، به سوی چیزی، نشان روی نگاه است به سوی چیز فرادستی. این نگرش همیشه از پیش نظرگاهی نسبت به موجود مورد تلاقی به دست می آورد. شما چرا میرید کتاب خونه یک کتابی میخرید، انتخاب میکنید، همینجوری مثلا اینجوری الله بختکی یک کتاب برمیدارید؟ چه چیزی شما رو به سمت یک کتاب، چه چیزی به سمت این کتاب خونه، این کتاب فروشی، این انتخاب، این این همواره یک جهتی از پیش وجود داره. آدم ها همواره از پیش جهت دارند، بی جهت نیستند و به سمت یک چیزی نشانه رفتن، التفات دارن، جهت دارن. خود چنین نگریشی به صورت وجهی از اقامتی مستقل در کنار موجود در جهانی قرار می‌گیرد. در این نوع اقامت به مثابه خودداری از هر گونه دستکاری و بهره برداری، دریافت موجود فرادستی انجام می‌گیرد. یعنی ما اگر به کوه نگاه می‌کنیم، حتی اگر نخواهیم کوه رو به مثابه مخزن معدن، نمیدونم به مثابه نمیدونم قله صعود، نمیدونم برای ورزش یا به هر یک چنین دستکارانه نگاه نکنیم، اون وقت دریافت ما چیه؟ یک دریافت فرادستیه. یعنی این موجود، اگر من کوه رو به مثابه معدن نگاه کنم، کوه برای من چه وجودی داره؟ وجود تو دستی داره، قرار بیاد تو دست من، قرار بیاد برای من حاضر بشه، در دست من حاضر بشه به مثابه یک جایی که برم صعود کنم، ورزش کنم. اما اگر نه، از همین دستکاری ها و همین ها فارغ بشیم، کوه به مثابه موجود فرادستی، تو دستی. آره، البته هایدگر اینجا دیگه ابژن به کار نمیبره، میگه تو دستی، چون میخواد بگه اساساً اولین مواجهه ما با عالم تو دستیه به لحاظ اونتیکی. بچه، فرزند به سینه مادر چی داره؟ نگاه تو دستی داره، جایی که ازش ارتزاق میکنه. یعنی در همون بد به تولد این نگاه در واقع تو دستی به عالم هست، بچه اونتیکیه. لذا اینجا اصلا هایدگر نمیخواد بگه این مذمومه، این خوبه، اون بده، داره طبقه بندی میکنه که ما دقیق بدونیم که در کجای این آگاهی در کدوم مرحلش هستش. نوع تحقق این دریافت، دریافت فرادستی که دستکاری و در واقع بهره برداری توش نیست، نوع تحقق این دریافت خطاب به چیزی و گفتگو از چیزی است، از آن حیث که چیزی است، نه از آن حیث که برای من مفیده، نه از آن حیث که برای من، من برای من نیست، یه چیزیه برای خودش، کوه برای خودش یه چیزیه. بر پایه این تعبیر اگر به وسیع‌ترین معنای کلمه لحاظ شود، دریافت همان تعیین کردن است. آنچه دریافت و تعیین شده میتواند در قضایا اظهار شود. مثلا ما کوه نگاه میکنیم، ما وقتی به کوه نگاه میکنیم نمیگیم معدن، نمیگیم محل صعود، میگیم این کوه هست. یعنی چیز بودن کوه رو فراتر از اینکه مورد بهره برداری منه، مورد استفاده منه، تعیین میکنم در این قضیه کوه، این کوه است. و آنچه این گونه بیان شده میتواند نگهداری و حفظ شود. این حفظ بیانی درباره سه نقطه، بیانی که ناشی از دریافت است، خود شیوه‌ای از بودن در جهان است و نباید به مثابه روندی تفسیر شود که از طریق آن یک سوژه تصوراتی از چیزی برای خود می سازد که پس از آن به دست آمدن در درون سوژه محفوظ می ماند و گهگاه این پرسش می تواند درباره آنها برخیزد که این تصورات چگونه با واقعیت توافق دارن یا مطابقت دارن.
میگه وقتی که ما به وجود فرادستی التفات میکنیم و این رو به بیان میاریم، میگیم کوه هست، این درخت است، این میز است، میگه این میتونه حفظ بشه، در فرادست بودگی خودش حفظ بشه و ما رو وارد این ورطه نکنه که بگیم من دریافت میکنم و این کوه برای من کوه هست. نه، کوه کوه هست، نه برای من. یعنی اون باز داره اونجا بحث از این که شناخت سوژه به ابژه، ریپرزنتیشن تو تعبیر کانت، یعنی تو کانت آگاهی یک نوع ریپرزنتیشن بازنماییه. من در فلسفه دکارتی کانتی اگر من کوه رو میشناسم، خود کوه شیء فی نفسه یا نومن نیست، بلکه فنومنشه، اون چیزی که در آگاهی من باز تولید شده. هایدگر داره اینو برمی‌داره، کلن داره اینو برمی‌داره. اصلا چون شکاف رو برداشت دیگه، اصلا نه نومنی باقیست نه فنومنی. آن چی که هست بودن در جهانه و این بودن در جهان این قضیه رو بیان میکنه. چجوری؟ به خاطر این خودش نحوه ای از بودن در جهانه. اون نحوه بودنی که میگوید کوه مخزن، کوه معدنه، اونم یک نحوه از بودنه. یعنی میخواد بگه حتی اون تفکر سوبژکتیو هم یک نحوه از بودنه. چگونه نحوه ایه؟ سلطه است، سیطره است، ولی حالا کاری به اون نداره، ولی اون هم نحوه ای از بودنه، این هم نحوه ای از بودنه. پس ما در نحوه ها و شیوه های بودن میتوانیم تفسیری از آگاهی بدیم. اون چون اون نحوه از بودن آگاهی رو سوبژکتیو تفسیر میکنه، سلطه سوژه بر ابژه تفسیر میکنه، تعالی و جهش سوژه به خیز برداشتن سوژه به سمت ابژه تفسیر میکنه، این نحوه از بودن این گونه تفسیر میکنه. وقتی این گونه داره تفسیر میکنه، میگه دیگه چی؟ حالا این پرسش و این نگرانی که این تصورات چطور با واقعیت، این تصورات چطور با واقعیت مطابقت داره، میگه از برداشته میشه دیگه. میگه خودش این بودن در کنار اینه دیگه، چون به وقتی شما شکاف بین سوژه و ابژه رو برداشتید دیگه، مطابقت سوژه با ابژه هم دیگه برداشته میشه. مطابقت بین سوژه، اون تعریفی که از حقیقت در کانت بود چی بود؟ مطابقت عین با ذهن بود دیگه، مطابقت ابژه با ذهن بود. وقتی شما که این دوتا رو و شکافشون رو برداشتید دیگه، پرسشی به نام مطابقت هم باقی نمیمونه. چون این نیست که دازاین در جهتگیری به سوی چیزی و به چنگ آوردن آن گوی از سپهر درونیش که ابتدا در آن محبوس بوده بیرون میزند. انگار مثلا یه جایی توی سپهر خودش بوده و بعد میخواد به اون سلطه پیدا کنه، از اینجا بیرون میاد به اون جهش پیدا میکنه و او رو تحت سلطه میگیره، بلکه به اقتضاء نخستین نوع بودنش همیشه پیشاپیش در بیرون، در کنار موجود تلاقی شده از جهانی، همیشه پیشاپیش مکشوف است. یعنی حتی همون تفکر سوبژکتیو هم از پیش نحوه بودن داره، ولی چون این نحوه بودنش این سلطه است، نحوه بودنش سلطه بر هستیه، ولی اینجور نیست که در خودش بوده. یعنی داره تفسیری از حتی از فلسفه کانت به ما داره ارائه میده که باید بگه آگاهی و شناخت به این معنا نمیتونه باشه که این در خودش بوده و بعد خیز برمیداره، بلکه در کنار اشیا و جهان هست، اما نحوه بودنش در کنار اشیا نحوه سلطه‌گرانه است. تفکر سوبژکتیو یک تفکر سلطه‌جوه و اقامت در کنار موجود برای تعیین و شناختن آن نوعی ترک سپهر درونی نیست، بلکه در همین در بیرون هستن در کنار ابژه نیز دازاین در درون است. البته اگر در درون بودن را به درستی بفهمیم. یه بار اینه دوباره. آره، میگه که بخونم براتون. میگه اقامت در کنار موجودات برای تعیین و شناختن آن نوعی ترک سپهر درونی نیست، بلکه در همین در بیرون هستن، خود همین بیرون بودن در کنار ابژه نیز
دازاین در درون است. چون گفتین دازاین همون جهانشه، یعنی دازاین جایی از خودش بیرون نمیره. شناخت جهان یعنی شناخت دازاین. پس معنای در درون بودن رو به معنای هایدگریش باید بفهمیم. اینجا میشه گفت خودش آریه، به خودش داره ادراک بده. بله اونم یه بیانی از همینه. بله یعنی ببینیم ما یه در درون و بیرون در تفکر سوبژکتیو داریم که سوژه درونه، ابژه بیرونه، و آگاهی در این تفکر سوژه از درون خودش در میاد و خیز برمیداره بیرون. در هایدگر میگه نه، این بودن در کناری که من دارم میگم به این معنا نیستش که از درون در میاد و بیرون در کنار اشیا قرار میگیره. میگه همه اینها در خود بودن در جهان خود دازاینه، و دازاین این جمع مقام جمع الجمعی این هاست. امیدوارم این مرتبط باشه که من گفتم ذهن خودم است. بفهم چی دیگر داره میگه. میگه ببین شما به چیزی آگاهی پیدا میکنید. الان شما مثلا این لیوان رو میبینید، به این لیوان آگاهی پیدا میکنید. یعنی دقیقا چه اتفاقی افتاده بین شما و این لیوان؟ چه اتفاقی افتاده که شما میگید من آگاه شدم؟ همین تسلطی. تسلط نیست، بلکه ببینید اون چیزی که برای شما روشنه و واضحه یک موجودیه. این موجود برای شما ناموجود که نیست، موجودی برای شما آشکار شده. این موجود لزوما مادی نیست، میتونه غیر مادی هم باشه. این موجود برای شما آشکار شده. کجا آشکار شده؟ در ساحت وجود شما آشکار شده. حالا کلمه درون اینجا رو باید به معنی تاکید داره دیگه. یعنی اگر شما یه دازاین ساحت نمی داشتی، یعنی زمین نمی داشتی، این زمینت نبود، به این چرا مثلا میگیم مثلا تلفن که رو میزه، میز بهش آگاهی نداره، یا خود تلفن به میز آگاهی نداره؟ گویی که این زمین ما مثل این میز نیست که وقتی تلفن میاد روش میشینه صرفا یک تقرر مکانی باشه، دو چیز کنار هم دیگه. آره این زمین، زمین اونه و اون از جنس اونه. اگر جنسش نباشه پس میزنه. شما الان میتونید هوا رو روی میز قرار بدید، چون از دو جنس متفاوته قرار نمیگیره. شما میتونید جامد رو روی آب قرار بدید، نمیگیره، میره زیر آب. ما میگم اون چیزی که آگاهی رو و ادراک رو برای ما ایجاد میکنه یک نسبتی بین دازاین و اون جهان، و اگر این نسبت نباشه اصلا ادراک و آگاهی صورت نمیگیره. هایدگر تماما میخواد اینو بگه، بگه که دازاینه که داره آگاه میشه، آگاهی مال دازاینه. جمله از هراکلیتوس نیز دریافت امر شناخته شده نوعی بازگشت برون شدگی دریافت کننده با طعمه به چنگ آمدهش به درون محفظه آگاهی نیست. یعنی انگار امر شناخته شده، ابژه شناسایی، چیزیه که سوژه از اون درون خودش اومده بیرون، اون رو به چنگ آورده و بعد دوباره رفته به خودش. میگه چنین چیزی نیست، بلکه حتی در دریافت کردن، حفظ کردن و نگهداری کردن، دازاین شناسنده، دازاینی که میشناسه، به مثابه دازاین آنجا هستن، آنجا بودن، در بیرون میماند. یعنی چی در بیرون میماند؟ یعنی وقتی که شما چیزی رو شناختید، اون با اون چیز بیرونه دیگه، جهانه. میگه در اون شناختی که از بیرون به دست میارید، در اونجا مقیم میشید. شما وقتی که لیوان رو شناختید، شما وقتی که این وسیله رو شناختید، مگه ادراک نمی کنید که چطور باید ازش مراقبت کنید، چطور باید باش مناسبات اون رو تنظیم کنید؟ هیچ وقت کسی لیوان رو نمیزنه تو سرش، میگیره میخوره باش. با این تلفن نمیزنه چون میدونه این ضبط کننده است. یعنی در همون باقی میمونه. چه خوب برای ما داره توصیف میکنه که دازاین در شناختش، در اون
جهان باقی در بیرون باقی میمونه، نمیاد اینو تو نمیاره و عملا هم این اتفاق نمیفته. اون چی که هست، ما رفتارمون زیستمون با اون ابژه ها چی میشه؟ تنظیم میشه. در وقوف صرف بر نوعی همبستگی وجودی میان موجودات، در تصور صرف آنها، در اندیشیدن صرف درباره آنها، من به همان اندازه در کنار موجودات در بیرون در جهانم که در ادراکی اصیل از آنها، حتی فراموش کردن چیزی که در آن ظاهراً هر رابطه وجودی با چیزی که قبلا دانسته بوده گسسته می شود، باید به مثابه وجهی تعدیلی از بودن در نخستینی درک شود و همین حالت برای هر فریب و هر خطا نیز مصداق دارد. خب این جمله خیلی طولانی بود. آره، میگه وقتی که ما به صرف همین بودن در کنار موجودات، اندیشیدن صرف اندیشیدن به موجودات، حتی فریب دادن موجودات، حتی فریب خوردن از موجودات، داریم نحوی بودن در کنار و بیرون از خود و بودن در جوار موجودات و عالم رو داریم شکل میدیم. حتی اونجایی که فریب میخوریم، مثلا وقتی کسی ما رو فریب میده چه اتفاقی میفته، یا ما وقتی کسی رو فریب میدیم چه اتفاقی میفته، ما نحوه‌ای از بودن در جوار او رو داریم. حالا اینجا به شکل فریبه، اونجا به شکل واقعی حقیقی. حالا این بودن در کنار اشیا، بودن در کنار عالم، بودن در عالم در کنار اشیا، به طور کلی با هر شکل و با هر صورتی که باشه، به طور کلی آگاهی ما رو داره سامان میده، آگاهی ما رو میسازه و آگاهی همه این انهای بودنه، حتی خود اون فریب. میخواد برای همین، برای هایدگر خود فریب دادن، خود دروغ، دروغ نحوی از بودنه، دروغ نابودن نیست، دروغ نحوی از بودنه. خب هایدگر داره یه چیز بدیهی رو انگار، آره خیلی بدیهیه، آره کسی نیومده بود نقد کنه که چرا بودن، مگه نقدش میدونی کجاست؟ همینجا میخواست صفحاتش رو زیاد کن. چرا دیگه اینا همه داره با کل سنت متافیزیکی داره مقابله میکنه. در سنت متافیزیکی، در سنت تفکر فلسفی، اینطور بدیهیات اصلا اینجوری تصور نمیشه. همه چیز میاد در آگاهی ما، همه چی، حالا ارزش گذاری از توابعشه، همه چی میاد به مثابه ابژه در ما، شیء فی نفسه ای وجود نداره، این پدیداره، این نومنه. خیلی بد از این دو چیز، این امر بدیهی که هایدگر داره خیلی ساده برای ما توضیح میده، سلامت، و اون سنت متافیزیکی و سوبژکتیویتی، چه اتفاقی میفته؟ کلی تبعات داره. از دل اون سنت یک چیزهایی در میاد، از دل این امری که خیلی بدیهی و ساده به نظر میرسه خیلی چیزهای دیگه در میاد. میشه گفت سنت متافیزیکی سعی کرده یک سری بدیهی رو پیچیده‌اش کنه، بعد سنت متافیزیکی بعد نادیده بگیره، غفلت کنه، نه اینکه پیچیده‌اش کنه. نه به نظر من هم خواسته پیچیده‌اش کنه. حالا این پیچیدگی رو شاید به خاطر این باشه که نه اینجوری نگید دیگه، خرابش نکنید. اون هم نحوه ای از بودنه، اون هم نحوه ای از بودنه، اون بودن سلطه آمیز خودش تکنولوژی رو نمی، اصلا بحث ارزش نمی، همین تکنولوژی اینا از دل اون در اومده. اگه با اون بخواید مخالفت کنید با کل اینا باید مشکل پیدا کنید. نشان داده این که چگونه وجوه بودن در عالم که مقوم شناخت جهانند در بنیانشان هم پیوندند. اینو میگه ما نشون دادیم به سختی، و این امر آشکار میکند که دازاین در شناختن شأن وجودی جدیدی در قبال جهانی که پیشاپیش در دازاین مکشوف شده بود کسب میکند. این جمله هم خیلی مهمه. بنویس. آره. دازاین در شناختن
در امر شناخت، در شناختن، شأن وجودی جدیدی، وجودی جدید کجا رفته؟ جدیدی. آه جمله بعدی رو. در شأن وجودی جدیدی در قبال جهانی که پیشا پیش در خود دازاین مکشوف بوده کسب میکنن. یعنی هر شناختی از جهان شناخت خودشه. اما از اجمال به تفصیل وارد میشه. یعنی در از اول بلا اول تا آخر بلا آخر خودشه. خودشه. اون بیت بیدل چی بود؟ بیرون تو جهان خالی است. درون تو است اگر خلوتی و انجمن است. برون ز خیش کجا میروی؟ جهان خالی است. برون ز خیش کجا میروی؟ جهان خالی است. خیلی خوب. این امکان وجودی جدید میتواند خود را به شیوهی مستقل تکامل بخشد، به وظیفه‌ای تبدیل شود و در مقام دانش برای بودن در جهان نقش رهبری را بر عهده گیرد. یعنی داره این امر بدیعی که شما گفتی خیلی واضح و ساده، اینو میخواد رهبر بسازه، میخواد هم این بشه اون گاید و راهنمای ما در هستی شناسی، در شناخت شناسی، در علم، در همه علوم. یعنی همین امر بدیهی رو اگه ما بخوایم گایدش کنیم چه اتفاقی میتونه بیفته؟ خیلی اتفاقات عجیب و غریب. کتاب به دنبال همینه که همه اون اتفاقاتی که میتونه از آقا شما یه آدم مثلا به قول شما یه آدم ساده رو بردار بکن رهبر، میگم خیلی کار ساده ایه، آره، ولی چه اتفاقاتی میتونه پشتش بیفته؟ میتونه مملکتی رو به چه اتفاق نه با اگه آدم ساده بیاد اول نیازهای آنتیکی رو رفت میکنه. اما شناختن، اما این جمله آخرم بخونیم، اما شناختن نه نخستین منشأ تعامل سوژه با جهانی است، نه نخستین منشأ تعامل سوژه با جهانی است و نه این تعامل از کنش جهان بر سوژه ای ناشی می شود. دوباره شناختن وجهی از دازاین است که در بودن در جهان، که در بینگیند ولد بنیان دارد، که در بودن در جهان بنیان دارد. از همین رو در بودن جهان به مثابه تقویم بنیادین تفسیری قبلی را می طلبد. و سلام علی من تبع الهدا.